7 بامداد به وقت تهران، 22:30 دقیقه اینجا در واشنگتن دی سی. من میترا بختیاری هستم. ابتدا سرخط خبرها. گزارش نیویورک تایمز از منازعه تهران با واشنگتن، این روزنامه هشدار داده از لبنان تا دریای سرخ درگیری گسترده تری با ایران در پیش است. جنگ اسرائیل و حماس در ایستگاه 94 مرکز کنترل هوای اسرائیل هدف حملات هوایی حزب الله لبنان قرار گرفت. گروهی ناشناس هم مانیتورهای فرودگاه بیروت لبنان را هک کرد. و ادامه دادخواهی برای رنج پروازی ناتمام. خانواده جانباختگان میگویند به تلاششان برای رسیدن به عدالت ادامه میدهند. دو خبرنگار شبکه الجزیره در حمله پهپادی اسرائیل کشته شدند. وزیر امور خارجه آمریکا نسبت به کوچاندن شهروندان غزه و احتمال سرایت جنگ هشدار داد و در تازه‌ترین خبر دیدبان حقوق بشر سوریه از وقوع چند انفجار پیاپی در حوالی دمشق خبر داد. ارتش اسرائیل میگوید به مدارکی دست یافته که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی به حماس آموزش استفاده از سلاح‌های پیشرفته از جمله موشک‌های دقیق داده است. این اطلاعات از جستجو در تونل‌های حفر شده حماس در نوار غزه به دست آمده. ارتش اسرائیل به نام این سلاح‌ها اشاره‌ای نکرده اما گفته تحقیقات بیشتری در این زمینه انجام خواهد داد. پیشتر بر روی گروهی از سلاح‌های مورد استفاده حماس نشان‌های مربوط به جمهوری اسلامی یا عباراتی به زبان فارسی دیده شده بود. رئیس آژانس امدادرسانی سازمان ملل میگوید قحطی در نوار غزه در شرف وقوع است. اسکات اندرسون که جانشین رئیس آژانس امدادرسانی سازمان ملل در نوار غزه است، در گفتگوی با CNN گفت هرچه از جنوب غزه به سمت شمال حرکت کنید وضعیت گرسنگی بدتر می شود. اندرسون هشدار داد شبکه مراکز درمانی غزه به شدت آسیب دیده و سقوط کرده است. اون همچنین هشدار داده در مناطق جنوبی این باریکه که حدود 1.4 میلیون نفر در آن سرازیر شدند، مشخص نیست این وضعیت تا کی قابل تحمل باشد. ارتش اسرائیل روز یکشنبه ضمن هشدار درباره جنگ دیگری با حزب الله لبنان اعلام کرد این گروه شبه نظامی مورد حمایت تهران یک پایگاه کنترل ترافیک هوایی در شمال اسرائیل را هدف قرار داده است. ارتش اسرائیل گفت که حزب الله یک پایگاه حساس کنترل ترافیک هوایی در کوه مرون را هدف قرار داده، اما پدافند هوایی توانسته با کمک سامانه‌های پشتیبانی در منطقه آن را دفع کند. بیانیه ارتش می افزاید که هیچ سرباز اسرائیلی آسیب ندیده و تمام خسارات وارده قابل تعمیر است. در سوی دیگر این منازعه، رسانه‌های لبنان از هک شدن نمایشگرهای فرودگاه بین‌المللی بیروت خبر دادند. بر روی صفحه برخی از نمایشگرها پیام‌هایی علیه ایران و حزب الله به نمایش درآمد. یکی از پیام‌هایی که بر روی تلویزیون‌های فرودگاه به نمایش درآمده، خطاب به حسن نصرالله هشدار داده به نیابت از کسی وارد جنگ حماس و اسرائیل نشود. فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از واشنگتن ما را همراهی می‌کنند. خوش آمدین آقای ندیمی. در آغاز ماه چهارم جنگ اسرائیل، فکر می‌کنید اسرائیل به چه مقدار از اهدافش دست پیدا کرده؟ حماس در چه موقعیتی قرار داره؟ من فکر می‌کنم اسرائیل به حدود 50% از اهداف خودش در باریکه غزه دست پیدا کرده. قسمت شمالی غزه رو که یکی از مرکز اصلی سیاسی دولت حماس بود رو تونسته به کنترل خودش در بیاره، هرچند که هنوز مقاومت‌های پراکنده در این منطقه در جریان هست، ولی اسرائیل تونسته شبکه تونلی حماس رو به طور کامل شناسایی بکنه، تعداد زیادی از اونها رو از بین ببره، شبکه فرماندهی و کنترل حماس رو در شمال غزه از بین ببره، ولی همطور که عرض کردم همچنان در شمال درگیری‌هایی در چند نقطه وجود داره. حالا توجهش رو به مناطق مرزی و مناطق جنوبی غزه مدتی هست تمرکز داده و حال شدن این تمرکز بیشتر خواهد شد، به خصوص در منطقه دارالبلد که یکی از اردوگاه‌های پر آواره‌ها در مرکز غزه بوده و بسیار پر جمعیت و یکی از مناطق اصلی حماس در مرکز غزه هست و همینطور خان یونس که
یه مشخصه دیگه، یکی از اصلی ترین مرکز حماس در جنوب غزه هست، شبکه تونلی بسیار پیچیده‌ای و گسترده‌ای داره و من فکر می‌کنم در جنوب اسرائیل جنگ سختی در پیش خواهد داشت. حدود فکر می‌کنم 3 ماه دیگه کار حداقل خواهد داشت که بتونه در منطقه مرکزی و جنوبی به مرحله‌ای برسه که به اندازه شمال بتونه کنترل در دست بگیره. و خب منطقه فاکتور زمانی هم هست، فشارهای بین‌المللی هم هست، هم مسئله آواره‌ها و غیر نظامیانی که الان در جنوب متمرکز شدن. فکر می‌کنم تا یه حدی کار مشکل‌تری اسرائیل در پیش خواهد داشت در جنوب، به خاطر اینکه مرز رفح هست، مرز مصر هست و اونجا خب حساسیت‌های خاصی هم وجود خواهد داشت. آقای ندیمی، از طرف دیگه با وجود تهدیدهای اسرائیل، حزب الله یک پایگاه کنترل هوایی رو در شمال اسرائیل هدف قرار داده. آیا فکر می‌کنید که حزب الله واقعاً تمایل داره وارد جنگ بشه یا نه اطمینان داره که اسرائیل شرایط جنگ رو فعلا نداره؟ ببینید، من فکر میکنم هر دو طرف آمادگی ورود به یک جنگ بسیار عمده رو در مرزهای شمال اسرائیل و جنوب لبنان خط آبی دارن. هم حزب الله لبنان سال هاست که این آمادگی رو در اونجا به وجود آورده، استحکام های بسیار زیادی اونجا هست، خیلی بیشتر از اون چیزی که حماس در غزه داره، و اسرائیل هم بهترین نیروهاش رو در اونجا مستقر کرده، آمادگی رزمی بسیار بالایی داره و هر دو طرف آماده هستن که این جنگ رو شروع بکنن. من فکر میکنم اسرائیل ترجیح میده که شروع این جنگ از طرف حزب الله باشه و همینطور هم حزب الله ترجیح میده که این کار اسرائیل شروع بکنه به خاطر دلایل سیاسی و دلایل بین‌المللی. و البته اسرائیل هشدار داده که اگر این وضعیت ادامه پیدا بکنه شاید به صورت پیش دستانه این کار انجام بده و شاید اگر آقای نصرالله احساس بکنه که اسرائیل در آستانش شروع جنگ هست، ممکنه این کار به صورت پیش دستانه انجام بده. پس میبینیم که یک بازی برینگزمنشیپ و دو طرف به دقت دارن رفتارهای همدیگر زیر نظر دارن به یک نوع جنگ کنترل شده رو در مرزها در پیش دارن. همین حمله به مرکز کنترل هوایی و راداری اسرائیل در کوه بران به نظر من با وجود اینکه یک تشدید اوضاع بوده با توجه به درگیری که تا حالا اتفاق افتاده بوده، ولی نوع سلاحایی که حزب الله به کار برده، استفاده از موشک‌های زره تانک دلاوی، خودش نشون میده که این تشدید کنترل شده است. ممنون از شما. فرض ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن، ما را همراهی کردید. جنگ اسرائیل و حماس وارد 94مین روز خود شد. در تازه ترین تحول، دو خبرنگار الجزیره در یک حمله پهپادی اسرائیل در این روز کشته شدند. بنابر اعلام وزارت بهداشت غزه، از آغاز جنگ در 7 اکتبر نزدیک به 23 شهروند فلسطینی در این باری که کشته شدند، 23,000 شهروند. بر اساس آمار ارائه شده، حدود 58,000 فلسطینی هم تا کنون مجروح شدند. بر اساس آمارها، پیش از 2,000,000 شهروند فلسطینی هم آواره شدند. در طرف مقابل، مقامات اسرائیلی از کشته شدن بیش از 1,600 شهروند اسرائیلی خبر دادند که از این مقدار بیش از 173 سرباز در حمله زمینی به غزه کشته شدند. بر اساس آمار ارائه شده، بیش از 7,000 اسرائیلی هم تاکنون مجروح شدند و 250,000 نفر از نزدیکی مرزهای غزه و لبنان محل سکونت خود را ترک کردند. نیویورک تایمز در گزارشی با عنوان از لبنان تا دریای سرخ درگیری گسترده تری با ایران در پیش است، به تحلیل تحرکات منطقه ایران پرداخته. این روزنامه با بررسی تحرکات مهره‌های نیابتی جمهوری اسلامی، شرایط موجود در منطقه را به دلیل سیاست مماشات دولت بایدن در مجموع به زیان آمریکا ارزیابی کرده است. به گزارش نیویورک تایمز، تا پیش از حمله حماس به اسرائیل، ارزیابی دولت بایدن این بود که احتمال درگیری با ایران و نیروهای نیابتیش در منطقه مهار شده، اما در شرایط کنونی همه چیز تغییر کرده است. به نوشته نیویورک تایمز، تهران با اتکا به روابط نزدیکترش با پکن و مسکو به شکل هشدار دهنده‌ای به غنی‌سازی اورانیوم شتاب چند برابری داده و تا ساخت بمب تنها 2 تا 3 هفته فاصله دارد. نیویورک تایمز نتیجه گیری کرده تهران اگرچه به دلیل بحران‌های داخلی قصدی برای درگیری واقعی با آمریکا یا اسرائیل ندارد، اما موفق شده از دریای سرخ تا لبنان را برای آمریکا و متحدانش ناامن کند.
امید معماریان روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی دیترویت ما را همراهی می‌کنه. خوش اومدین آقای معماریان. آیا این گزارش تکرار همین نگرانی‌هایی هستش که ناظران درباره احتمال گسترش جنگ دارن یا جزئیات قابل توجه دیگه‌ای داره؟ همینطور هست و البته جزئیات بیشتری رو ارائه میکنه. اولا این مسئله رو مطرح میکنه که از زمان گروگانگیری به بعد از بعد از انقلاب تا الان وضعیت رابطه یا رابطه ایران و آمریکا انقدر پیچیده نبوده و در خصوص چند از مسائلی که به هر حال ایران مواجه است یا ایالات متحده مواجه است از مشکلاتی که ایران درست کرده برای آمریکا صحبت میکنه که در طی ماهای گذشته ایران یک چهره تهاجمی تری به خودش گرفته. یعنی از سال گذشته که تقریبا یک ماه از تابستون گذشته که آمریکا و ایران یک توافق نانوشته کردن در خصوص که ایران غنی‌سازی اورانیوم خودش رو کنتر بکنه و فعالیت‌های نیروهای نیابتی در منطقه خود آروم‌تر بشه، اینها از اون موقع چهره جمهوری اسلامی تهاجمی تر شده، از نیروهای حوثی یمن تا گروه‌های نیابتی در عراق و سوریه تا حزب الله لبنان و میگه در مجموع کارهایی که داره ایران میکنه آمریکا در موقعیتی قرار گذاشته که باید حتما یک واکنش نشون بده و یکی از جزئیاتی که مطرح میشه در این گزارش این هستش که به احتمال زیاد ایالات متحده در خصوص حملاتی که حوثی‌ها در دریای سرخ انجام میدن واکنش نشون خواهد داد و در این خصوص حمایت متحدان خودشان داره. مسئله دیگه که وجود داره مسئله حزب الله هستش که احساس میکنن که به هر حال حزب الله یک نیروی هستش که کاملا به عنوان یکی از بخش‌های سیاست بازدارندگی جمهوری اسلامی استفاده میشه و در این مسیر ایالات متحده به اسرائیل گفته که بازم یکی از جزئیات که در این گزارش مطرح شده که اگر که حزب الله از مرزهای خودش بگذره ایالات متحده حمایت خواهد کرد از اسرائیل برای پاسخ دادن به حزب الله. ولی این مسئله مطرحه که مسئله حادی شده، مسئله هستی که شما بهش اشاره کردید، مسئله هستش که ایالات متحده با دقت دنبال میکنه و ایران ظرفیت غنی‌سازی خودش رو بسیار افزایش در طی ماهای گذشته به نحوی که الان به اندازه 3 تا سلاح اتمی ایران سوخت داره، سوختی که الان 60% هست باید غنی‌سازی بشه تا 90% و گفته میشه که از اونجا اگر قبلش گفتم مثلا بمب اتمی بسازن یک سال وقت خواهد بود. ولی ایران مشخص هست که این جمهوری اسلامی در طی ماه گذشته پاشو رو گاز گذاشته و داره این ظرفیت غنی‌سازی خودش رو میذاره، سوختی که داره رو افزایش میده. مسئله روسیه هم یه مسئله دیگه است که در این گزارش بهش اشاره شده که ایران نه تنها پهباد میفرستاد قبلا به روسیه برای استفاده در جنگ با اوکراین، بلکه این میزان پهپادا بسیار افزایش پیدا کرده و از کلمه سیری از پهپادها استفاده کرده در این گزارش. نکته دیگه این هستش که این ایالات متحده و ناظران امنیتی تحلیلشون این هستش که ایران قرار هستش که به روسیه موشک‌های کوتاه برد بفرسته که اینم یکی از منابع نگرانی هستش که ایالات متحده داره. در مجموع میشه گفتش که نکاتی که مطرح شده نشون دهنده این هستش که ایالات متحده در یک شرایط قرار میگیره که احتمال این که بخواد که از مجاری مختلف برخی از این کانونهای تهدید رو باش مواجه بشه این وجود داره. حالا چه در عراق و سوریه هست که ما دیدیم حمله هفته پیش عراق در بغداد یکی از این موارد بودش، ولی حمله به حوثی‌ها و به هر حال مسدود کردن این حملاتی که جمهوری اسلامی در منطقه انجام میده یکی از موضوعاتی هستش که ایالات متحده توجه می‌کنه. و این نکته آخری که به نظر من نکته جالبی بود در این گزارش این بود که تحلیل نیروهای امنیتی در آمریکا این هستش که احتمال اینکه حماس با ایران در خصوص حمله صحبت کرده باشه این احتمال رو رد کردن. دلیلش هم گفتن به خاطر این هستش که احتمالاً نیروهای حماس نگران این بودن که چنین اطلاعاتی ممکن هستش که درز پیدا بکنه و لو بره، به خاطر اینکه میدونن که نیروهای امنیتی اروپایی و اسرائیل نفوذ بسیار زیادی در دستگاه‌های داخل ایران دارن. ممنون از توضیحاتتون. امید معماریان روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از دیترویت ما رو همراهی کردید. همزمان با برگزاری مراسم چهارمین سالگرد سرنگونی پرواز اوکراینی در بسیاری از شهرهای دنیا، در تورنتو کانادا هم خانواده‌های جانباختگان به همراه ایرانیان مقیم این شهر و
بر سر مزار قربانیان حاضر شدند. حامد اسماعیلیون در سخنرانی خود در این مراسم گفت در 19 ثانیه مکالماتی که جمهوری اسلامی از جعبه سیاه هواپیما منتشر کرده، سرنشین این پرواز همچنان زنده بودند. او با اشاره به اینکه تعدادی از چمدان‌ها هرگز بارگیری نشد و وسایل مسافران بعد از سرنگونی غارت شد، و ابعاد کمتر شنیده شده این جنایت جمهوری اسلامی می‌پردازد. مسافران سوار هواپیما میشن. به جای 5:15 با 57 تأخیر که هیچ کس از دلایل دقیق اون آگاه نیست، این پرواز از فرودگاه بین‌المللی تهران بلند میشه. 82 چمدان را بار نمیزنند. بعدن این چمدان ها را تفتیش میکنند. و بعد وقتی در 6:12 این هواپیما بلند میشه، 3 بعد به این هواپیما شلیک میکنند. سی ثانیه بعد دوباره به این هواپیما شلیک میکنن، در حالی که خلبان در حال برگشتن به فرودگاه بود. از شلیک اول به پرواز PS752 تا به زمین خوردن این هواپیما 3:42 طول کشیده است. و طبق آنچه که خودشان منتشر کردند، در 19 ثانیه که در بلک باکس منتشر کردند، مسافران پرواز PS752 زنده بودند. وقتی که هواپیما به زمین خورد در ساعت 6:18 صبح، عوامل جمهوری اسلامی، عوامل سپاه پاسداران به محل سقوط شتافتند. پیکرهای قربانیان بی احترامی کردند. تمام وسایل مسافرین را دزدیدند. از پاسپورت ها و از کارت های شناسایی تا عروسک ها تا کتاب ها، همه چیز را غارت کردند. یادتون هست در 3 اول به طور مداوم در تلویزیون دروغ میگفتن. از خلبان بازنشسته تا کارگردان فاسد سینما رو دعوت کردن به تلویزیون که بیاد و در مورد نقص فنی صحبت میکنه. یادتون هست دروغ‌هاشون. در 3 رئیس سازمان هواپیمایی، رئیس کمیسیون سوانه، تمام مقامات دروغ میگفتن که این هواپیما به علت نقص فنی سقوط کرده، در حالی که در روز اول علی خامنه‌ای مردمی را از آذربایجان شرقی در دفترش دعوت کرده بود که باز هم اگر حمله نظامی بخواد صورت بگیره از اونها به عنوان سپر انسانی استفاده بکنه. وزیر محترم خارجه وقت کانادا شنیدیم که اگر 5 به جواد ظریف زنگ نمیزد و نمیگفت که ما مدارکی داریم که شما هواپیما شلیک کردید و آن را منتشر میکنیم، هیچ وقت به این جنایت اعتراف نمیکردند. اما شنبه صبح ساعت 7 مجبور شدند که به جنایتی باور نکردنی اعتراف کنند. ایرانیان پایتخت آمریکا هم همچون دیگر هموطنان در شهرهای مختلف جهان روز یکشنبه در 4 سالگرد سرنگونی هواپیمای مسافربری PS752 اوکراینی گرد هم آمدند. همکارم نیروفر رستمی گزارش می‌دهد. مرگ بر جمهوری بچه‌کش اسلامی! مرگ بر جمهوری بچه‌کش اسلامی!
ایرانیان واشنگتن دی سی در مقابل بنای یادبود جنگ جهانی دوم اینجا گرد هم اومدن به یاد و احترام 176 نفر مسافر که در هواپیمای اوکراینی کشته شدن 4 سال پیش. این برنامه به وقت ما از ساعت 6 عصر شروع شده و قراره که تا ساعت 9:48 دقیقه شب برابر با 6:18 دقیقه بامداد ایران ادامه داشته باشه، درست تا لحظه ای که 4 سال پیش سپاه با 2 موشک پیاپی 176 نفر مسافر رو در هوا زد. برای گریه های بی وقفه، برای تصویر تکرار این لحظه، برای چهره ای که می خنده، برای دانش آموز و برای آینده، برای این بهشت اجباری، برای این مجموعه تقویت و پیوستگی، این پیوند بزرگ انسانی ایرانی‌های مخالف جمهوری اسلامی در خارج و داخل کشور هست. من لازم اینم اشاره کنم که خیلی از خانواده‌ها سعی کردن که در تورنتو جمع بشن، برنامه‌هایی بوده امروز و فردا که حتما در خبرهای شما هست. اینجا هم ما در واشنگتن دی سی سعی کردیم بخشی از اون زنجیره بزرگ انسانی باشیم. اینجا می‌دونید که هوا بسیار سرده، باد شدیدی میاد، حتی ما رو توی برگزاری دچار مشکل کرده، اما ایرانی ها در شرایط مختلف سعی کردن که هر طور میتونن صدای خانواده های جان باختگان و بازماندگان باشن. به ویژه که ما اینجا به دلیل دیگه ای هم امروز جمع شدین و اون هم اعدام هاست، لیست اعدام هایی که جمهوری اسلامی داره برای اینکه رعب و وحشت رو در جامعه افزایش بده و جلوی این خیزش و انقلاب رو بگیره. درود بر رفتگان و بازماندگان پرواز 752. ما همه یکی شوریم، از هر شعله‌ای برتر. هیچگاه شکست را بر ما چیرگی نیست، چرا که همه از عشق رویینه تنیم. در مراسمی که برای پرواز 752 دور هم جمع میشیم، این یک سمبول هست، سمبول حضور است که مردم ایران در سراسر دنیا برای عدالت خواهی از پا نمیشینند. ما همه وایساده ایم، در سرما، در گرما، همه جای دنیا. بر هر ایرانی وظیفه سنگینی هست الان که برای ایران بخونیم، باشیم و ایستاده تا صبح صلح. ایرانیان پایتخت آمریکا هم صدا با ایرانیان سراسر جهان جمع شدن تا یک بار دیگه بگویند نه میبخشند نه فراموش میکنند. نیلوفر رستمی، واشنگتن دی سی. مرزاد زارعی از خانواده قربانیان هواپیمای 752 اوکراینی از تورنتو ما رو همراهی می‌کنه. خوش آمدید آقای زارعی. چهارمین سالگرد و با توجه به مراسم گسترده که در بسیاری از شهرهای جهان برگزار شده، می‌تونیم نشونه یک همبستگی دیگه در پیوند با ساقط کردن هواپیمای اوکراینی بدونیم؟ درود بر شما. حمایت مردم از دادخواهان از بزرگی این فاجعه است و بدون پاسخ بودن مسئولان و نظام جمهوری اسلامی به خاطر این جنایتی هست که انجام داده و همچنین جنایاتی که در گذشته انجام داده. جمهوری اسلامی همیشه تلاش داشته، همیشه جنایاتی رو که انجام داده سعی کرده سرپوش بذاره بر روی آنها و بتونه پرونده ها رو با محاکمه اشخاصی که هیچ گونه دخیلی در این جنایاتشون نداشته بتونه ببنده و سرپوش بذاره و در حقیقت بتونه به راه خودش ادامه بده. ولی به لحاظ بزرگی این جنایت و ایستادگی خانواده ها و همچنین شواهد و قرائنی که توسط دولت ها بیرون اومد و همچنین در روز فاجعه اگه یادتون باشه اون پوکه های موشکی که به وجود اومد، بعد از 3 روز رو گفتن جمهوری اسلامی مجبور شدن که این جنایت رو برای اولین بار گردن بگیرن و قبول بکنن، که اون هم زمانی که قبول کردن پافشاری کردن که این جنایت رو
غیر عمدی انجام دادن، در صورتی که این جنایتی رو که انجام دادن 4 سال پیشتر چنین لحظاتی عزیزان ما رو به خاک و خون کشیدن و اونجا در شاهد شهر تمام اون منطقه رو خون باران کردن و تکه های بدن عزیز ما رو در اونجا بر زمین ریختن. ما این جنایت آمدانه شما را فراموش نمی کنیم. ما خانواده های دادخواه همراه با شما مردمی که حمایت می کنید از ما، شما را به دادگاه های بین المللی خواهیم کشید. ما شما را سرنگون خواهیم کرد. روزی خواهد رسید که شما جنایتکاران را به میز محاکمه در دادگاه های بین المللی بیاریم و در اونجا محاکمه بکنیم، به جنایتی که انجام دادید در طول این 44 سال شما را محاکمه بکنیم. ممنون که همراهیمون کردین. مهرزاد زارعی از خانواده قربانیان هواپیمای 752 اوکراینی از تورنتو. مرسی از شما. از همراهی شما با این بخش خبری سپاسگزارم. میدونین که همیشه میتونید با ما در ارتباط باشید با ایران اینترنشنال با آدرس bama@iranintel.com. همچنین ویدیوها و گزارش‌های خودتون رو برای ما روی واتساپ و تلگرام ارسال کنید. بدونید که ویدیوهای شما بخش مهمی از خبرهای ایران اینترنشنال است. از همراهی شما با این بخش خبری سپاسگزارم. وقتتون بخیر.